ضمن عرض سلام امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سریحال حال باشید با یک ویدیوی دیگر از لرنین در خدمت شما هستیم لرنین یعنی یادگیری به روش ساده مفید و مؤثر موضوع این ویدیو لغات متضاد در زبان انگلیسی ویدیوی شماره دو یا opposite words in English ویدیو Number 2 در این ویدیو به یادگیری لغات به روش متضاد میپردازیم یک از روش های جالبی که میتونه به یادگیری لغاتمون کمک زیاده بکنه گاهن ما برخ از لغات رو خیلی دقیق معنیش رو میدونیم متوجه هستیم که چه معنی میده اما تا به حال خیلی طرف مخالف اون رو ندیدیم و لغت متضادش رو خیلی ندیدیم و بلد نیستیم خب این ویدیوی شماره دوی ما هست و قبل از این یک ویدیو به این روش کار کرده مورد استقبال شما قرار گرفت و لغات رو که کار کردیم در ویدیو قبلی ساده تر بود در این ویدیو لغات بهتر رو بررسی میکنیم و همینطور در آینده لغات خیلی سختتر و حرفی رو قطعا بررسی میکنیم پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید اگر این اولین ویدیو از مجموعه لرنین هست که میبینید دکمه سابسکرایب رو بزنید که کل ویدیو برنامه برای شما داریم و اگر عضو کانال هستید که دکمه لایک رو بزنید بریم سراغ اصل ویدیو اوکی طبق معمول یادگیری ویدیوهای لغت ما همیشه اول ویدیو یک لیست از لغاتی رو که قراره تی ویدیو یاد بگیریم خدمت شما نمایش میدیم تا شما یک بررسی انجام بدید ببینید و این لغات چقدر برای شما مفید و مناسب هست چنانچه این لغات برای شما خیلی آسان یا سخت هست یا اینکه این لغات رو به حال مفید نمیدونید میتونید این ویدیو رو نبینید در واقع تا وقت ارزشمند شما هدر نرود پس اگر فکر میکنید که این لغات به روش متضاد برای شما جالب هست و برای هر لغت قطعا مثال داریم و مثال ها میتونه کمک زیادی بکنه به یادگیری و به افزایش لغات شما پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و بریم بررسی بکنیم این لغات رو و یاد بگیریم خب خیلی سریع بریم سراغ اولین لغات و دو تا لغت متضاد ساده ای رو با هم میبینیم که لغت اولی هست love 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 در مقابل یا در طرفش هست hate hate پس اگر تا به حال شما لغت ساده love رو که قطعاً بلد هستید و بودید love رو میدونید به معنی عشق در زبان انگلیسی هست اما شاید لغت متضاد و مخالفش رو خیلی تا به حال به طور دقیق چی هست لغت هیت هست به معنی نفرت در مقابل عشق نفرت وجود داره پس love در طرف مقابلش میشه هیت نفرت و در مثال به این صورت که love will find out the way love will find out the way میگن که عشق راه را پیدا خواهد کرد دوستان find out پیدا کردن به یک نتیجه رسیدن به یک سرانجام رسیدن find out رو با هم میخونیم love will find out the way عشق راه را پیدا خواهد کرد پس از کلمه love به این صورت در جمله استفاده میکنیم و از کلمه hate هم به این صورت که i hate to see birds in cages i hate تلفظش رو دقیق بفرمایید i hate to see birds in cages چون جمع هست cage و cages من از دیدن پرندگان در قفس متنفرم I hate to see متنفرم که ببینم بی birds پرندگان رو این cages در قفس ها پس به روش متضاد به این صورت لغات رو یاد میگیریم love در برابر hate و hate در برابر love بریم لغت بعدی Stand لغت ساده بعدی رو یاد میگیریم که استند جزء لغات اولیه زبان انگلیسی هست به معنی استادن یک جایی استادن و در مقابلش طرف مخالفش هست نشستن سیت یا از کلمه معمولا به صورت سیت با داون میاد سیت داون پس میشه نشستن و در جمله به این صورت استفاده میشه که stand سایت stand سایت پلیز and let these people pass stand aside please and let these people pass فتا لطفا کنار بیستید و بگذارید این مردم رد شوند stand aside دوستان aside کنار کنار وایست دادن stand aside یعنی کنار بیستید please لطفا بعد گفته and let these people pass و بگذارید اجازه بدید let these people اشاره به جمع هست افراد این مردم پس رد بشن از یک جایی گذر بکنن پس استند اسایت یعنی کنار استادن و خود کلمه استند به معنی استادن هست سید هم به معنی نشستن و در جمله به این صورت استفاده میگویم که can I, can I sit next to you آیا میتونم کنار شما بشینم و کلمه next to دوستان به زبان انگلیسی در حالت معمولی ما next رو بعد بعدی معنی میکنیم اما وقتی در مورد موقعیت نشستن اینها باشه next to یعنی کنار یه چیزی next to bank یعنی کنار یک بانکی Can I sit next to you? میتونم کنار شما بشینم پس کلمه sit به معنی نشستن و کلمه stand به معنی استادن دوتا کلمه جالبی دیگه اینجا یاد میگیریم و میریم سراغ کلمات بعدی through کلمه که یاد میگیریم through through در مقابل در مخالف catch 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 این لغات شاید خیلی براتون تا حالا آشنا نبوده لغاتی که تا این لحظه کار کردیم لغات آسانی بود و از اینجا کمی لغات سختتر میشه through پرتاب کردن دوستان یه چیزی رو پرت کردن و پرتاب کردن میگیم through, through it پرتابش کن و کچ مقابلش هست گرفتن برعکس پرتاب کردن گرفتن میشه کچ تی خیلی ریز تلفظ میشه میتونیم یه جورایی خیلی نشنویم در تلفظا کچ و تی خیلی دیده نمیشه اما تلفظ میشه Can you throw me the towel? Can you throw me the towel? گفته آیا میتوانی یا میتوانی هول را برایم پرت بکنی؟ سمت پرت کنی Can you throw پرتش کنی Me می یعنی به سمت من پرتاب کردن The towel یعنی هوله هوله ای که بدنمون رو باش خوش میکنیم و catch به من گرفتم در جمله به این صورت که Did you catch the car's number plate? Did you catch the car's number plate? گفته که آیا شماره پلاک ماشین رو گرفتی؟ دید گذشته هست. Did you catch آیا گرفتی؟ The car's number plate. Plate دوستان میشه پلاک. پلاک ماشین. Numbers همون عددی که روی پلاک قرار میگیره و کار هم که ماشین هست. میشه که پلاک ماشین. شماره پلاک ماشین. گایا شماره پلاک ماشین رو گرفتی؟ پس catch به معنی یه چیز رو گرفتن و through پرت کردن پرتاب کردن حالا کچ میتونه یادداشت برداری به این صورت گرفتن باشه یا و یک چیز به صورت فیزیکی در دست گرفتن همیشه که کچ پس دو تا لغت متضاد جالب یاد میگیریم through در مقابل کچ پرتاب کردن در مقابل گرفتن اوکی نیکس ورس لغات بعدی give گیو گیو به معنی یه چیزی رو دادن take به معنی گرفتن take با کچ کمی متفاوت تر هست دوستان catch معمولا همون مدل شماره یه چیز رو گرفتن تیک معمولا گرفتن یا برداشتن یه چیز رو معنی میده و تیک خودش یک از لغات جالب زبان انگلیسی هست که با کلمات دیگه خیلی ترکیب میشه و خیلی کلمه ساز هست مثلا take off, take in, take on و با لغات مختلف میاد و معانیش خیلی هم فرق میکنه و متفاوت میشه اما ما معنی سادش رو یاد میگیریم give در مقابل take هستش دادن در مقابل گرفتن I give the taxi driver $20. I give the taxi driver $20. Man beronde taxi $20 dadan. give Here is your pen. I took it by mistake. Here is your pen. I took it by mistake. این خودکار یا قلم شماست من آن رو اشتباها گرفتم اشتباه گرفتم فکر کرده که مال خودشه برداشته و حالا متوجه شده که مال کسی دیگه است here is your pen یعنی که این خودکار شماست here is your pen I took چرا took دوستان افعال بی یک بخش از لغات در زبان انگلیسی هست یک بخش از فعل ها در زبان انگلیسی هست که شکل گذشتش با ای دی, دی تغییر نمیکنه و کلا ساختار فعل تغییر میکنه که take هم به گذشته میشه took این قسمتی دومش دو میشه took I took یعنی من گرفتم چند لحظه پیش قبل بوده شده take شده took I took it by mistake یعنی که اشتباهند بای mistake یک چیز رو اشتباهند گرفتن اوکی پس give به معنی دادن و take به معنی گرفتن یا برداشتن یک چیز رو میگیم take اوکی بریم نیکست وان لغات بعدی هستش رانگ رانگ در مقابل رایت right. مخالفش میشه رایت right. اگر من به شما معنی رانگ رو الان توضیح بدم قطعا میفهمین رایت right معنیش چی هست رانگ دوستان تا دبلیو تلفظ نمیشه اکثر مواقع W که اولی کلمه قرار میگیره تلفظ نمیشه و رانگ از آر تلفظ میشه رانگ رانگ کم آمانند رانگ به معنی اشتباه هست در مقابل اشتباه چی هست؟ رایت درست صحیح پس رانگ اشتباه غلط و در مقابلش رایت هست به معنی صحیح و درست و در جمله به این صورت که رانگ نیور کامز رایت یک حالت زربل مسئله هست یک جمله که رانگ never کامز right اشتباه هرگز درست نمیشه یک چیزی که از پای اساس اشتباه هست اشتباه هست دیگه و واقعا نمیشه توجیهش کرد که این درسته یا درست میشه رانگ never کامز رایت right. اشتباه هرگز درست نمیشه پس دو تا لغت جالب یاد میگیریم هر کدوم از اینها رو تا به حال بلد بودید در این لحظه مقابلش و لغت مخالفش رو یاد گرفتید اگر رایت right رو بلد بودین رانگ رو یاد گرفتین و اگر رانگ رو بلد بودین الان رایت right رو یاد گرفتین و خیلی راحت تر درک میکنین که در واقع معنی اینا چطوری هستند و مخالف هم دیگه قرار میگیرن اوکی بریم نیکس ورس لغت بعدی هستش که استاپ در مقابل استارت استاپ در مقابل استارت استاب میشه توقف کردن استادن در مقابلش هست استارت یه چیز رو آغاز کردن یا شروع کردن stop thinking about it stop thinking about it دیگر در موردش فکر نکن یا فکر کردن در این مورد رو استاب کن توقف کن بس کن stop thinking about it یعنی که دیگر در موردش فکر نکنید که از جملات خیلی جالب و کاربردی در زبان انگلیسی هست وقتی میبینین دوستتون درگیر یک موضوعی هستش و داره به اون موضوع خیلی فکر میکنه یا اشتباهی یک مسئله رخ داده بعد شما به این ساختار میگین که stop thinking about it stop thinking about it دیگه در موردش خیلی فکر نکن بهش خیلی اهمیت نده چیزی که گذشته گذشته دیگه stop thinking about it و برای لغت استارت هم این مثال رو داریم که میتونه ادامه همون باشه it will be a new start for us it will be a new start for us این یک شروع جدید برای ما خواهد بود در اینجا به صورت دو جمله آمده هم میتونه کنار هم دیگه باشه میتونه به نفر بگی stop thinking about it دیگه در موردش فکر نکن it will be a new start for us یک کاری رو پایان یافته تمام شده و از این به بعد میتونه یه شروع جدید برای ما باشه it will be a new start for us پس stop در مقابل start خب خود لغات شاید خیلی برای شما سخت نباشه ساده و آسان باشه پیش با افتاده و بلد هستید اما میتونه به این ساختار در جملات بهتون کمک بکنه تا ساختار انگلیسی رو بدون که گرامر بخونید یاد بگیرید یعنی ساختار خود جمله و کاربرد خود کلمه رو در واقع بلد بشید و یاد بگیرید یا اینکه طی جمله خیلی لغات دیگه کنار لغت اصلی هست که یاد میگیرید و دایره لغاتتون گسترش پیدا میکنه بریم نیکست آسان بود لغات بعدی هستش تایت 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 همونطور که معنیش رو هم میبینید به معنی تنگ اگر برای یه لباسی چیزی باشه اگر برای یک پایه یه باشه یک پیچی باشه یک میخی باشه تایت به معنی محکم محکم هم معنی میده و اگر برای لباس چیزی باشه معنی تنگ رو میده و در مقابلش قطعا لغت لوس رو داریم دوستان لوس ز تلفظ نکنید سه لوس به معنی اگر لباس باشه و چیزی پوشیدنی باشه معنی گشاد رو میده اگر برای پایه یه چیزی باشه پیچی باشه معنی شل رو میده پس تایت و جی اچ هم اینجا ناخانه هست از تی اول و آی و به تی آخر میرسیم تایت و جی اچ رو نمیخونیم در مقابل کلمه لوس لوس به معنی گشاد یا شلوه خب در مثال به این صورت داریم که That jacket is too tight. That jacket is too tight. On jacket خیلی تنگ است. That jacket is too tight. یعنی yani تو در صدو میبره بالا بیشتر یعنی yani خیلی تو tight یعنی yani خیلی زیاد خیلی تنگ هستش. Okay. و برای لغت loose به این صورت مثال داریم که one of the screws screws is loose سکرو میشه پیچ و اینجا جمع هست یکی از پیچ ها one of the screws is loose یکی از پیچ ها شل هست یک جایی یک چند تا پیچ بسته شده و یک از ها شل هستش و میگیم که one of the screws is loose پس دو تا مثال مختلف آوردیم تا بهتر درک بکنیم در واقع اینکه یک لغت میتونه معانی مختلفی رو داشته باشه پس تایت برای لباس اینها میشه تنگ اگر برای پیچ این ها استفاده بشه میشه محکم در مخالفش در طرف مخالفش لوس اگر برای لباس اینا باشه میشه گشاد و اگر برای پیچ چیزی باشه میشه شل و غیر محکم اوکی پس این دو تا لغت جالب رو یاد میگیریم تایت در مقابل لوس و بریم لغت بعدی که هستش بای, بای بای به معنی خرید خرید کردن و در مقابلش قطعا کلمه ی فروختن یا فروش هست سل سل یعنی فروختن یا فروش که این دو تا لغت به هم متضاد در طرف مخالف هم قرار میگیره خب در مثال به این صورت داریم که I decided to buy it I decided to buy it. تصمیم گرفتم آن رو بخرم اینجا لغت جالب decide رو یاد میگیریم که I decided یعنی تصمیم گرفتم یک کمی چیزی که ازش گذشته باشه I decided to buy it تصمیمش رو گرفته که بخره تو buy it یک چیزی رو خریدن و در اینجا they sell all kind of things they sell all kind of things آنها انواع و اقسام چیزها رو میفروشند they sell آنها میفروشند all یعنی همه انواع هر چیزی kind no از هر نوع kind of یک نوع از یک چیزی They sell all kind یعنی همه نوع انواع of things Things هم که یعنی چیزها هر چیزیش میسندلی خودکار تا موارد دیگه They sell all kind of things آنها انواع و اقسامی چیزها رو میفروشن پس لغت buy در مقابل لغت sell و در جمله هم دوتا لغت جالبی هد میگیریم یکی لغت مثل kind all kind یعنی انواع و اقسام و لغت decide به معنی تصمیم گرفتن Ok بریم next word لغت بعدی که هستش دیس در مقابل دت دیس دوستان یکی از زمایر اشاره هست اشاره به نزدیک یه چیزی که در زبان انگلیسی براتون نزدیک باشه و بخواید اشاره بکنین از لغت دیس استفاده میکنیم به معنی این یعنی اشاره به نزدیک و اگر یک شیء یک موارد چیز دورتر باشه از کلمه دت استفاده میکنیم به معنی آن و اشاره به دور هستش This is our home. This is our home. این خانه ما هست. یعنی که ممکنه داخل خانه باشید و اشاره به نزدیک هست. This is our home. این خانه ما هست. و یک مثال دیگه که Is that your house? این هم اشاره هست. اما چون دوره و از فاصله دورتر اشاره میشه و به صورت سوالی هم هستش که Is that your house? آیا آن خانه شما هست یا اگر خودش میتونست بگم میگفت that is my house آن خانه من هست کلمه هم هم تقریبا اشاره به داخل خانه داره یا اینکه کلا به معنی ممکنه که کشور و سرزمین هم معنی بده اما هاوس معمولا به خانه میگن که حالت ویلایی هستش و حیات داره و اینکه معمولا به ظاهر بیرونی خانه وقتی که از کوچه خیابون اشاره میکنیم معمولا بهش میگیم که هاوس هاوس is that your house آیا اون خانه شماست پس دو تا لغت جالب رو که زمایر اشاره هستش this به معنی این و that به معنی آن اوکی okay, بریم next one لغت بعدی هستش که here here در مقابل there here there. here به معنی اینجا از لازم موقعیت مکانی می سنجیم here اینجا و there یعنی آنجا آنجا here یعنی اینجا there یعنی که آنجا can I park my car here can I park my car here می توانم ماشینم رو اینجا پارک کنم here اینجا can I park سوالی هست can I می توانم park my car here می توانم ماشینم رو اینجا پارک کنم و برای لغت دیارین مثال رو داریم که put the chair there. Put the chair there. صندلی رو آنجا بگذارید. صندلی رو اونجا بذارید و یک مکانی هست میگیم که دورتر هست میگیم آنجا. پس دو تا لغت جالب here یعنی اینجا و there یعنی آنجا و there یک معنی دیگه هم داره که خیلی زیاد ما در زبان انگلیسی میبینیم و براتون یک مثال میارم تا گاهن اگر به این صورت دیدید حتما معنی آنجا همیشه نیست و گاهن میتونه معنی دیگه باشه مثل There is no doubt who is the best candidate There is no dot دوستان بی تلفظ نمیشه Dot who is the best candidate میگه که there is به معنی وجود داشتن هم معنی میده میگیم there is something here یه چیزای اینجا وجود داره وقتی میگیم there is no اینجا منفی تا میگه وجود نداره نیست کسی there is no dot هیچ شکید کلمه دات به معنی شک هست میگیم there is no dot هیچ شکی نیست who is the best candidate که بهترین کاندید این دوره کی هست بهترین کاندید کی هست پس دیر به معنی وجود داشتن و اگر به صورت منفی بیه وجود نداشتن هم معنی میده پس کلمه دیر غیر از آنجا یک معنی جالبی دیگه داره که به معنی وجود داشتن یک چیزی یک کسی یک شخصی میشه اوکی پس این معنی رو هم در نظر بگیرید و بریم لغت بعدی خب لغت بعدی هستش که never never در مقابل always never در مقابل always never یعنی هرگز هیچ وقت و در طرف دیگه always یعنی که همیشه و همه وقت I never forget a face. I never forget a face. من هرگز چهره ای رو فراموش نمی کنم. شخصی کسی که وقتی یک نفر رو ببینه یک چهره ای رو ببینه فیس صورت و چهره هم معنی میده. وقتی یک چهره یک صورتی رو ببینه و هرگز اون رو از یاد نمی بره و فراموش نمی کنه. I never forget a face. و برای لغت آلویز این مثال رو داریم که All proof is not always to be told. All through is not always to be told. همیشه همه حقیقت گفته نشود یا همیشه همه حقیقت رو نباید گفت All truth through دوستان میشه حقیقت is not always to be told نباید گفته شود پس always به معنی همیشه و never به معنی هرگز never به معنی هرگز always به معنی همیشه از قیدهای تکرار هست که هر, هر از چند گاهی یک اتفاقی در واقع تکرار میشه و نیور یعنی صفر هیچ وقت و آلویز یعنی نزدیک به صد همیشه پس این دو تا لغت جالب رو یاد میگیریم بریم next words لغت بعدی هستش ویک در مقابل strong ویک در مقابل استرانگ ویک یعنی ضعیف استرانگ یعنی قوی A chain is only as strong as its weakest link. A chain is only as strong as its weakest link. یک جمله خیلی ضرب المثل مانند هستش و خیلی جمله جالب هم هست اینکه یک زنجیر تنها به اندازه ضعیف ترین حلقه آن قوی هست. اگر یک زنجیر رو در نظر بگیریم که از حلقه های خیلی محکم و قوی تشکیل شده باشه اما اگر بین این تمام حلقه یک حلقه ضعیف وجود داشته باشه از اون قسمت این زنجیر جدا خواهد شد و در واقع کل این زنجیر به اندازه همون یک حلقه ضعیف قدرتش همونقدر سنجیده میشه و همون همونقدر هستش و جمله خیلی جالب هست حالا تعمیم داده میشه به مثلا یک تیمی که همه افراد خوب کار میکنن تلاش میکنن و اگر در این تیم یک فرد ضعیف هست که نمیتونه همپای بقیه بیاد در واقع به نوعی کل این تیم به اندازه همون یک فرد ضعیف میشه ویک پس ضعیف استرونگ قوی و یک جمله خیلی جالب هم براتون مثال آوردیم که ا چین از اونلی از استرونگ از و از در واقع مقایسه هست از استرونگ ویک دوستان میشه ضعیف ویکست ضعیف ترین ویکست ضعیف ترین لینک هم همون حلقه یا چیزی که به هم متصل شده وصل شده اوکی okay, یک زنجیر تنها به اندازه ضعیفترین حلقه آن قوی هستش پس لغات جالبی بود ویک در مقابل استرانگ و بریم لغات بعدی وایلد به معنی وحشی دوستان وایلد وایلد یعنی وحشی و دامستیک دامستیک یعنی اهلی و بومی یا منطقه‌ای هم معنی میده وایلد یعنی وحشی و در جمله به این صورت که هی was attacked بای wild animals He was attacked حالت مشهوری یعنی به او حمله شد he was attacked uh, by wild animals او توسط حیوانات وحشی مورد حمله قرار گرفت attack و attacked he was attacked by wild animals او توسط حیوانات وحشی مورد حمله قرار گرفت و برای domestic این مثال رو داریم که flights domestic flights go from terminal 1 domestic flights go from terminal 1 پروازهای داخلی از ترمینال یک انجام می شود خب اینجا مثال رو کمی متفاوت تر آوردیم خب خیلی شاید داخلی متضاده وحشی نباشه اما شما اینجا یاد می که وایلد دامستیک اهلی هم معنی میده یک از معنی اساسیش اصلیش اهلی هستش اما میتونه که همیشه این معنی رو نده گاهن معنی داخلی میده و اینکه اینجا این و این معنی رو هم حتما مد نظر داشته باشید و یاد بگیرید که پس معنی دامستیک میتونه یه چیزی مثل پرواز داخلی معنی به هر چیزی که مربوط به داخل کشور بشه اخبار داخلی پرواز داخلی و هر چیزی که داخلی و محلی معنی بده و یک معنی دیگرش در مورد حیوانات اینا اگر باشه اهلی و چیزی که در واقع اهلی شده و بین انسان ها هستش رو هم معنی میده پس وایل در مقابل دامستیک اهلی یا داخلی اوکی امیدوارم که براتون سخت نبوده باشه متوجه شده باشید بریم لغات بعدی ریچ در مقابل پور ریچ پور ریچ میشه ثروت منطقنی غنی و در مقابلش هست فقیر یا بیچاره پور رو اگر برای ثروت و اقتصاد در نظر بگیریم فقیر معنی میده اما گاهن ممکنه یک فردی خیلی فقیر نباشه اما به یک لحاظ بیچاره باشه و مشکل دیگه داشته باشه هم میتونیم بهشون بگیم که پور Her is very rich and stingy Her is very rich and stingy پدرش بسیار ثروتمند و خصیص است ثروتمند هست and stingy خصیص و بخیل هم معنی میده خب برای لغت پوری مثال رو داریم که A poor without debt is better than prince a poor without debt is better than a prince و لغت دت رو دوستان که بی هم داره بیشتر لفظ نمیشه ناخانا هست دت از دی به تی میاییم و بی تلفظ نمیشه a poor without that میگیم یک فرد یک شخص فقیری without debt بدون بدهی بدون قرض داری در واقع is better بهتر است than از از کسیش از شخصی پرنس پرنس یعنی شاهزاده یک فرد فقیر بدون بدهی بهتر از یک شاهزاده هست یک کسی که بدهی نداره و استرس بدهکار بودن رو نداره در واقع میتونه یه زندگی بهتر نسبت به یک پرنسی داشته باشه که دت و بدهی داره یا پس یاد گرفتیم و مثال ها رو دیدیم بریم نیکس ورد لغت بعدی جنرال جنرال به معنی عمومی هست در طرف مخالفش لغت متضادش قطعا لغت خاص هست برعکس عمومی میگیم پارتیکولر پارتیکولر خیلی لار تلفظ نمیشه دوستان پارتیکولر نه پارتیکولر پارتیکولر یعنی خاص و برای جنرال این مثال رو داریم که what he said was very general که اول میاد و تش علامت سوال نداریم تا جمله علامت سوال نداریم در واقع بیشتر تعجبی هستش و بیشتر تأکیدی هست What he said چیزی که او گفت was very general خیلی عمومی کلی بود آنچه او گفت بسیار کلی و عمومی بود اصلا هم چیز خاصی نبود پس general یعنی کلی و عمومی و particular یعنی که خاص و در مثال به این صورت که she wanted a particular type of cactus 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 یعنی که cactus او نوع خاصی از کاکتوس را میخواست She wanted او میخواست A particular type of cactus Type نوع no no, یعنی که یک مدل یک نوعی از یک چیزی و تایپ of cactus یعنی یک نوع از کاکتوس او نوع خاصی از کاکتوس رو میخواست پس لغت جنرال که بلد احتمالا بودید به معنی عمومی هستش در طرف مقابلش particular یعنی که خاص و ویژه معنی میده یا special لغت special رو هم داریم ok next word لغات بعدی هستش remember 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 به معنی به یاد داشتن در طرف مقابلش هست forget forget به معنی فراموش کردن برعکس به یاد داشتن I can't remember his name به طور کلی اینطوری ترجمه کردیم که اسمش یادم نیست ولی خب اگر لغت به لغت ترجمه بکنیم میشه که I can't remember یعنی که من نمیتونم بیاد بیارم به خاطر بیارم his name اسمش را و برای لغت forget گفتیم که forgive and forget forgive دوستان میشه که بخشش بخشیدن و forget هم فراموش کردن میگه ببخش فراموش کن forgive and forget پس forget رو یاد میگیره به معنی فراموش کردن اما معمولا لغت forget به حالت گذشتش میاد forgot به این خاطر که معمولا ما چیز قدیمی رو یادمون رفته و به یادمون نمیاد میگیم که forgot I forgot it uh, به خاطر نمیارم یادم رفته فراموش کردم I forgot it اوکی okay, پس لغت remember در مقابل فورگت بریم next word لغت بعدی هستش راف راف در مقابل smooth 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 پس راف راف دوستان که این مدل تلفظ رو در انگلیسی داریم کلمات مثل لف مثل راف صدای اف درش دیده میشه و ف تلفظ میشه راف یعنی خشن درشت زبر و در مقابل لغت سموت هست ملایم صاف و نرم معنی میده Are the walls rough or smooth? Are the walls rough or smooth? آیا دیوارها ناهموار زبر هستش درشت هستش یا صافه آر دی والز راف اور اسموث پس دو تا لغت جالب یاد میگیریم که تلفظش راف هست به معنی خشین و درشت و زبر ناهموار اسموت ملایم صاف و تا حدود نرم معنی میده و اگر در خصوص یک دیوار باشه میشه که ناهموار پستی بلندی یا اینکه صاف اسموت پس دو تا لغت جالب راف در مقابل smood next word لوزه بعدی ripe در مقابل را ripe در مقابل را هستش رایپ یعنی که رسیده اگر غذا باشه پخته اگر میوه باشه میشه رسیده و اگر غذا باشه میشه پخته و در مقابلش قطعا لغت خام وجود داره که اگر غذایی باشه گوشت باشه خام معنی میده اگر میوه باشه هم معنی خام و هم معنی نارس یعنی هنوز رسیده نشده رو میده پس رایب در مقابل را را و در مثال به این صورت که دیز اپلز آر رایب اپلز دیز اپلز آر رایب این سیب ها رسیده اند میوه رسیده هستند دیز فیش آر آفن ایتن را دیز فیش این ماهی یا ماهی آر آفن ایتن را این ماهی اغلب به صورت خام خورده می شود یا سرو می شود دیس فیش آر را را پس اگر برای گوشت غذای چیزی باشه میشه خام حتی برای میوه هم ما معنی خام رو استفاده میکنیم هم ما میتونیم بگیم معنی مثل کال نارس رسیده نشده رو میگیم را پس رایپ در مقابل را یاد میگیریم و برای غذا هم کاربرد داره در واقع میشه که خام رو میگیم را اوکی okay, بریم لغات بعدی هستش reject در مقابل accept reject یعنی رد کردن نپذیرفتن در مقابلش accept داریم که به معنی قبول کردن یا پذیرفتن هستش و در یک مثال خیلی کوتاه براتون داریم که accepted or rejected accepted or rejected آن رو بپذیرید یا رد کنید یا نپذیرید accepted or rejected بپذیرید یا رد کنید پس لغت reject یک چیز رو نپذیرفتن رد کردن قبول نکردن رو میگیم reject و در طرف مقابلش accept رو میگیم قبول کردن پذیرفتن و همین معانی رو میده میشه accept تایید کردن هم تا حدود معنی میده accept تاییدش میده اوکی و بریم لغت بعدی که هستش receive. receive در مقابل لغت give give receive میشه دریافت کردن یه چیزی give دادن یه چیزی give رو قبلا با یک لغت دیگه هم داشتیم به همین معنی بود به معنی دادن all the children will receive a small gift همه کودکان یک هدیه کوچکی دریافت خواهند کرد all the children خودی کلمه children جمع هست جمع child all the children will receive خواهد دریافت کرد دریافت خواهد کرد a small gift یک هدیه کوچکی و برای لغت give Give me that dirty plate. Give me that dirty plate. آن بشقابی کسیف رو به من بده. Give me یک چیز رو دادن و میشه Give me به من بده. Give me that اشاره به دور که هم چند لحظه پیش یاد گرفتیم. Dirty یعنی کسیف. Plate هم بشقاب. Give me that dirty plate. یعنی اون بشقابی کسیف رو به من بده. اوکی پس لغت receive یعنی دریافت کردن یه چیزی. Give یعنی برعکسش دادن یه چیزی. اوکی رسیدیم به لغات آخر که هستش Quick. کویک کویک به معنی چابک سریع فوری و در طرف دیگه مخالفش میشه که آهسته کند یواش slow slow کویک در مقابل slow و در مثال به این صورت که I tried to catch him but he was too quick for me I tried to catch him but he was too quick for me یکی سعی کردم او رو بگیرم اما او خیلی سریع بود نسبت به من فرمی یعنی که از من یا نسبت به من میشه فرمی به I tried. tried دوستان میشه سعی کردن تلاش کردن I tried گذشته هست سعی کردم تو catch catch رو چند لحظه پیش داشتیم به معنی گرفتن یه چیزی I tried to catch یعنی ای که سعی کردم بگیرم him زمیر مفعولی است او را I tried to catch him سعی کردم او را بگیرم but اما he was too quick او خیلی سریع بود for me نسبت به من یا از من و لغت slow رو داریم you are so slow are so slow خیلی آروم هستی خیلی یواش هستی کند هستی hurry up یعنی که عجله کن خیلی کند هستی عجله کن hurry up you are so slow یا میتونستیم بگیم you are so slow be quick سری باش چابک باش you are so slow پس مثال های مختلفه میشه زد پس لغتی quick به معنی یا سری فوری در مقابل لغت slow هستش یعنی آهسته و آرام اوکی لغات اینجا به پایان رسید و باز هم طبق معمول یک بار دیگر لیست لغات رو در آخر میبینیم و یک مروری میکنیم ببینیم که چه لغات رو توی ویدیو یاد گرفتیم لغت love در مقابل هیت عشق در مقابل نفرت stand در مقابل سیت و استادن ایستادن در مقابل نشستن ثرو در مقابل کچ ثرو پرتاب کردن پرت کردن catch گرفتن دریافت کردن give دادن یه چیزی تیک برداشتن یه چیزی گرفتن یه چیزی رانگ یعنی که اشتباه غلط رایت right یعنی صحیح درست stop استادن start شروع کردن تایت تنگ محکم لوس گشات شل و غیر محکم بای خرید سل فروش یا فروختن خریدن دیس اشاره به نزدیک یعنی این مخالفش that اشاره به دور آن here اینجا there آنجا never هرگز always همیشه weak ضعیف strong قوی wild وحشی domestic اهلی rich یعنی ثروتمند غنی پور یعنی فقیر general یعنی yani عمومی particular ویژه خاص particular remember بیاد داشتن بیاد آوردن به خاطر سپردن remember forget فراموش کردن از یاد بردن راف راف یه چیز زبر خشن تند میگیم راف اسموت نرم ملایم اسموت رایب رسیده پخته را خام نرسیده نارس رجکت رد کردن نپذیرفتن رجکت اکسپت یعنی قبول کردن پذیرفتن تایید کردن اکسپت receive دریافت کردند بیشتر برای یه چیزی که از سمتی که از دیگه فرستاده بشه و شما دریافت بکنید مثل ایمیل نامه هدیه هر چیزی میگیم receive دریافت کردن و give دادن یه چیزی quick سریع quick سریع اسلو هم یعنی آهسته کند و یواش اوکی این لغاتی بود که تا ویدیو یاد گرفتیم امیدوارم که براتون مفید و جالب بوده باشه و اینکه معمولا هم یک آزمون کوچیک آخر ویدیوهای لغت داریم تا یک بار دیگر لغات برای ما مرور بشه پس خیلی سریع میریم سراغ آزمون اما قبل از اینکه به سراغ آزمون بریم اگر این لغات براتون جالب بود و این ویدیو براتون جالب بود ارزش لایک رو داره پس دکمه لایک رو بزنید که بریم آزمون رو انجام بدیم اوکی. خب خیلی آزمون کوتاه و سبک هستش از لغاتی که در همین ویدیو یاد گرفتیم و خدمتون گفتیم که لغت متضاد کلمه زیر رو انتخاب بکنید رایپ متضاد کدام یک از کلمات سمت چپ هستش تایت وایلد را کویک اوکی یکم کم فرصت دارید فکر بکنید و قطعا لغات رو تی ویدیو داشتیم میتونید گزینه صحیح رو انتخاب بکنید ببینید متضاد کدام یکی هستش یا مخالف کدام یکی هستش اوکی سه دو یک مشخص را رایپ مخالف لغت را هستش رایب به معنی رسیده پخته و را به معنی نرسیده یا خام بود بریم لغت بعدی آزمون بعدی که هست متضاد کلمه زیر انتخاب نمید لوس و در این سمت چهار تا لغت دیگه داریم که سل تایت strong کچ به احتمال خیلی قوی یادتون هست مخالف کلمه لوس کدام یکی هستش اوکی انتخاب کنید سه دو یک شماره دو صحیح است تایت به معنی تنگ محکم و در این طرف لوس به معنی شل و گشاد اوکی پس میریم لغه آزمون بعدی هستش متضاد کلمه ریسیو رو انتخاب بکنید همین چند لحظه پیش مرور داشتیم و قطعا یادتون هست مخالف کلمه ریسیو کدام یکی از گزینه ها هستش give accept slow poor اوکی okay. احتمالا درست انتخاب کردین مخالفش هست گیو رسیو یه چیز رو دریافت کردن گیو یه چیز رو فرستادن یا دادن اوکی okay. پس این هم یاد گرفتیم متضاد این کلمه رو شما در بخش کامنت برامون بنویسید اگر ویدیو رو دقت کرده باشید و یاد گرفته باشید و این روش مفید بوده براتون جالب بوده براتون پس معنی این کلمه رو بلدین این رو خدمتون میگم که W ناخانه هست از آر خانده میشه رانگ به چه معنی هستش و مخالفش لغت متضادش که در همین ویدیو یاد گرفتیم چه لغتی هست و چه کلمه هست در بخش کامنت بنویسید که ببینم چقدر ویدیو رو با دقت نگاه کردید و یاد گرفتید پس مخالف کلمه رنگ رو در بخش کامنت یادتون نره بنویسید اوکی و خب رسیدیم به آخر ویدیو ما این ویدیو شماره دوی بود که لغات متضاد کار کردیم قبل از این یک ویدیو دیگه هم به خدمتون آماده کردیم در کانال قرار دادیم که این لغات رو بررسی کردیم میتونید لغات رو اینجا ببینید که چقدر براتون میتونه مفید باشه یا خیر پس اگر ویدیو شماره یک رو ندیدید میتونید از آخر همین ویدیو ببینید یا لینک همین لحظه بالا هم میاد میتونید از اونجا کلیک بکنید ویدیو شماره یک لغات متضاد رو هم ببینید اوکی. خب رسیدیم به آخر ویدیو ویدیو کمی طولانی هم شد اما امیدوارم که براتون مفید و جالب بوده باشه و از این ویدیو چیزی یاد گرفته باشید در واقع به دانستن زبانتون افزوده شده باشه چیزی و اینکه خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید دوستانی که همراه ما هستند ویدیو ها رو لایک میکنن شیر میکنند و از این طریق از ما حمایت میکنن ممنون و قدردانشون هستیم هر گونه نظر انتقاد و پیشنهاد هم دارید میتونید در بخش کامنت بنویسید سعی میکنیم که در ویدیوهای آینده اعمال بکنیم حرف دیگر باقی نمیموند ممنون که تا آخر با ما همراه بودید تا یک ویدیو دیگر از لرنین شما را به خداوند بزرگ میسپارم خدا یار نگهدار شما باشد